سلام و خسته نباشید. بالا گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه و احتمال درگیری ایران با اسرائیل. پس از آن که اسرائیل قنصلگری ایران در سوریه را مورد هدف قرار داد، ایران همواره بر اسرائیل تاخت و تاسهای لفظی داشته، اما حالا رسانه‌های آمریکایی میگویند که تهران در پی انتقام جویی است. آمریکا با شمار از حامیان اروپایی اسرائیل، اما از ایران خواستند که نباید بر اسرائیل حمله کند و اسرائیل نیز هشدار داده در صورتی که ایران بر خاک اسرائیل حمله کند پاسخ دندان شکن خواهد گرفت. از سوی دیگر فرانسه از کارمندان سفارت خود در ایران خواسته تا اونجا را ترک کنند و به کشورشان بازگردند. حالا پرسش این است که پایان این تنش‌ها چی خواهد شد؟ آیا اسرائیل وارد یک جبهه دیگر جنگی با ایران از خواهد شد یا خیر؟ همین پرسش ها را با مهمانان حاضر در بحث در تحول امروزی به کنکاش میگیریم. مهمانان بحث رئیس مرکز مطالعات بین المللی افغانستان جناب حاطف مختار و همچنان آگاه روابط بین الملل جناب عزیز بارز. مهمانان عزیز شما را خوش آمدید میگم. بارز صاحب از شما آغاز میکنیم. سلام و وقت بخیر. چی فکر میکنین این تنش ها پایانش چی خواهد بود؟ آیا ایران واقعا با اسرائیل وارد جنگ خواهد شد؟ چون رسانه های غربی امیر نشان میده و همواره در پی هستند که به نحو ایران را وارد جنگ بسازن. به نام خدا و عرض سلام خدمت شما مهمانان برنامه و مردم شریف افغانستان. اجازه بفرمایید که عید گذشته را خدمت شما و همه بینندگان گرامی تبریک عرض کنم. تشکر. ببینید تنش هایی که میان اسرائیل و ایران هست یک سابقه چند دهه داره. حالا در این اواخر خصوصا بعد از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل این تنش ها یک بودی تازه و عملی به خود گرفت که عملا جمهوری اسلامی ایران حمایت خود را از فلسطینی ها پنهان نمیکنه، خصوصا از گروه حماس. این بحث را اگر بگذاریم به جایش، بحث تنش ها و احتمال درگیری نظامی را که میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به بررسی بگیریم، ما فکر میکنم که اما قسمی که گفتم این تنش ها ریشه دار هست، خصوصا فرستادن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران به منطقه، به لبنان، به سوریه، به عراق، به یمن. اینها زنگ خطرهایی هست که جنگ را در میدان اسرائیل یا در خاورمیانه در حلقه اسرائیل کشانده. من فکر میکنم بحث دیگه ای که الان داره وضعیت را در یک درگیری تمام عیار قرار میده، حمله اسرائیل به قنصلگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه است. از نظر عرف بین المللی و مسئولیت دیپلماتیک، کاری را که اسرائیل کرد مورد تقبیح هست. کارشان برخلاف کنوانسیون حقوق و مسئولیت های دیپلماتیک است که من میره رد میکنم و یک عمل درست و انسانی نمیدانم. اما توجیه را که اسرائیلی ها دارن، توجیه اونا هم قابل شنیدن هست، خصوصا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در یمن، در سوریه، در جهاد دارن. جناب بارس با معذرت میخوایم این موضوع رو مطرح کنم که ایران هم همچنان ادعای بالای اسرائیل داره که گروه های نیابتیش میایه امنیت کشورشان با خطر مواجه میسازه. آیا فکر نمیکنین که چون این عملی که اسرائیل انجام داد خودش نحوه داخل شدن در جنگ با ایران است؟ اجازه میفرمودین من حتما به این نکته شما میامدم. حالا ما در یک وضعیت قرار گرفتیم که اسرائیل با درگیری هایی که در غزه داشت برنده جنگ نیست، با وجودی که کشتار بیشتر از 30,000 مردم بیگناه اونجا اتفاق افتید، اما عملا برنده این جنگ اسرائیل نیست. اسرائیل ها نتونستن حماس را نابود بکنن، اسرائیل ها نتونستن جنگ را خاموش بکنن و در یک وضعیت قرار گرفتن که میخوان جمهوری اسلامی ایران را به میدان بکشن. این حمله اسرائیل به مکان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران هم در همین راستا قرار گرفت. من فکر میکنم دو احتمال قابل بررسی است. حالا این حمله صورت گرفته، متاسفانه سازمان های بین المللی خصوصا شورای امنیت در این مورد
مسکوت بود یا حامیان اسرائیل نگذاشتند که یک خطرنامه علیه اسرائیل، علیه یک عمل غیر دیپلماتیکی که کشور انجام داد صورت بگیره. این به این معناست که کشورهای حامی اسرائیل هم بی علاقه نیستند که تنش‌ها بیشتر باشه در این منطقه. حالا دو سناریویی که قابل بحث است. سناریوی اول این است که جمهوری اسلامی ایران یک حمله تمام عیار را علیه اسرائیل انجام میده که در این چند روز رسانه های جهانی دارن و این بسیار توجه میکنن و بسیار فوکس میکنن که احتمالا هر لحظه این حمله صورت میگیره. سوالی که بسیار مهم است در این راستای این است که جمهوری اسلامی ایران از نظر نظامی توانایی این را داره که اسرائیل را در زمین خودش بکوبه. جناب بارس با معذرت، امی پرسش ما میخوایم از شما مطرح کنم، اما چون ما مد نظر گرفته بودم، خوب شد شما هم مطرح کردین، ولی اگر با شما بعدا برگردیم از اجازه بفرمایید من نقطه دوم هم بگم که بحث تکمیل نمونه. دو احتمال را که ما مطرح کردم، احتمال دومی هم این است که جمهوری اسلامی ایران با این تهدیدهای موضعی اکتفا میکنه که امروز هم یک کشتی تجاری اسرائیل را رهگیری کرده و انتقال داده به آبهای خودش، و یا این هم که عملات محدودی که مثل در گذشته پلان شده و موضعی در خاک عراق و جاهای دیگه علیه امریکا انجام داد، در این نوع عملات انجام میده. من شنونده یک بحث کارشناس ایرانی بودم دیشب، اونا میگفتن که از نظر نظامی هنوز هم اسرائیل میتونه دستی بالا داشته باشه با توجه به اینکه بمب اتم داره، تئورات بسیار پیشرفته M16 و M36 داره. این در یک جنگ کلان کارشناس های ایرانی به این باور هستند که بازنده جمهوری اسلامی ایران است و این هم یک امر حتمی نیست. احتمال داره در این جنگ برخلاف پیش بینی ها جمهوری اسلامی ایران با سلاح ها و راکت های دوربردی که داره بتونن موازنه رو به نفع خود تغییر بده، ولی هنوز هم که جنگی در نگرفته، منتظر باشیم که چی با حکم پیوندن. تشکر میکنم، به شما برمیگردیم. مختار صاحب شما را خوش آمدید میگم. میخوایم از شما بپرسم قسمی که بارس صاحب گفتن دو سناریو محتمل است، یکی که حمله تمام عیار بالای اسرائیل از سوی ایران و یایی هم، و دومی که ایران به تهدیدهای خود اکتفا کنه، یکی فقط اسرائیل به حمله تهدید کنه و یا هم راهای دیگه را به کار ببرم، مانندی که کشتی های تجاری اسرائیل ضبط کنه به نفع خودش. شما کدام سناریو را بیشتر محتمل میدانید در این راستا؟ سلام به شما، مهمان برنامه شما، و از طریق شما به ملت مسلمان و مجاهد افغانستان. اجازه بدین من هم به نوبت خود عید گذشته را برای ملت مظلوم و بیچاره خود تبریک عرض بکنم و در ضمن جنایات حکومت اسرائیل را در غزه محکوم بکنم و جنایتشان برخلاف تمام قوانین بین المللی و برخلاف تمام ارزش‌های انسانی که در غزه انجام داد باید محکوم شود. و از طرف دیگر سکوت جهان اسلام هم برای ما تعجب آور است. شما می‌بینید که موقف سعودی و کشورهای دیگر جهان اسلام در رابطه با غزه موقف ملی و موقف انسانی و بشری نیست. به این خاطر ما متوجه زمان هستیم و میبینیم که سناریو در منطقه و قدرت ها در منطقه ما کاملا تغییر کرده. امروز چین سابق نیست و روسیه سابق هم نیست و ایران هم یک کشور قدرتمند در منطقه ظهور کرده و از طرف دیگر بمباردمان کنسولگری ایران در دمشق برخلاف تمام قوانین بین المللی پذیرفته شده جهان هست. ما این را محکوم میکنیم و اسرائیل با تمام قوت و قدرت در حمایت از امریکا میخواهد منطقه را به خاک خون بکشد. از طرف دیگری خب این دو سناریو گفته شد، قطعا این دو سناریو را همه میگن، یا ایران حمله میکنن و یا ایران میخواهد به تهدیدات خود
ادامه بدن و یک جنگ روانی بیش نخواهد بود. اما ما ایره در چارچوب موضوع استراتژیک منطقه باید بررسی بکنیم. اولی که شما اگر به اسرائیل با نیم نگاه شتابنده نگاه کنین میبینین که جنوساید یک ملت در اینجا صورت میگیره و این جنوساید باید پاسخ برش بده. و از طرف دیگر شما میبینین که تمام غرب نمیتونه به اسرائیل بگه که شما در جنایت جنگی مبتلا هستین، انسانها را کشتین، خانه شا ویران کردین، مساجد شا ویران کردین، قصبه شا ویران کردین. از غرب باید پرسیده شود که شما چرا خاموش هستین در حالی که 30,000 تا 35,000 نفر بیگناه کشته شده، اطفال کشته شده، مسافر کشته شده، خانم زن کشته شده، طفل کشته شده. به این صورت جهان، ایالات متحده امریکا در منطقه استراتژی غلط در دست داره که این استراتژی غلط اسرائیل را نابود خواهد کرد. اگر قرار است اسرائیل سلاح داره و بمب اتم داره، روس‌ها هم سلاح داشت و بمب اتم داشت، اما شما دیدین که جرمن به دو بخش تقسیم شد. جناب مختار صاحب، منظورتون از استراتژی امریکا در برابر اسرائیل حمایت امریکا از اسرائیل است، درست؟ قطعاً امریکا می‌خواهد که جنگ در این منطقه بمانه. امریکا می‌خواهد که سلاح‌های خود را در این منطقه استفاده بکنه. امریکا میخواهد که برای جنگ ادامه بده. یکی از استراتژی های غلط امریکا در این است که سلاحایی که درست میکنه برای او باید یک جای پیدا بکنه تا او استفاده بکنه و صدها و هزارها نفر باید کشته شود. این جزی از استراتژی ایالات متحده امریکا است که همین استراتژی را در عراق هم ناکام شد، در افغانستان هم ناکام شد و مطمئن هستیم که انشالله در فلسطین نیز استراتژی ایالات متحده امریکا در دراز مدت به ناکامی مواجه خواهد شد. تشکر میکنم. به شما برمیگردیم، وقفه کوتاه میگیریم. لنده دمالر پیدا می برنامه خوش آمدید. جناب بارز صاحب، جناب مختار صاحب گفتن که امریکا استراتژی غلط را روی دست گرفته به خاطر حمایت از اسرائیل و این استراتژی شکست خواهد خورد. شما چقدر با صحبت های جناب مختار صاحب موافق هستین که حمایت از اسرائیل پایان خواهد یافت و امریکا شکست خواهد خورد در این استراتژی خود؟ خب پروژه حمایت از اسرائیل و حیث دوست منطقوی امریکا یک چیز پنهان نیست، آشکار است و امریکایان با وجود سرخوردگی هایی که سیاست های آقای نتانیاهو دارند، خصوصا در کشتار نظامیان و ملکی ها، ولی هنوز هم اگر بحثی کلان جهانی باشه قطعا در کنار اسرائیل میستند. جانب دیگر قضیه است که با وجود دشمنی ظاهری، وجود حکومت های مانند جمهوری اسلامی ایران نیز یک فرصت است برای آمریکا. تا کنون ما هیچ علائمی را نمیبینیم که آمریکا و متحدینش به این نتیجه رسیده باشند که در برابر جمهوری اسلامی ایران از مخالفین سیاسی این حمایت بکنند. دلیل در چی جناب بارس؟ دلیل این است که تنش هایی که میان ایران و منطقه خصوصا در کشورهای خاورمیانه وجود داره، اینها به نفع آمریکا و قدرت های بزرگ تمام می شود. نفع اول این است که اینا می تانند سلاح خود را اینا بفروشند به این کشورها و قیمت های دلخواهشان. دوم، می تانند نفت اینها را به قیمت ارزان تر و به دلخواه خود بخرند. سوم، حضور نیروهای امنیتیشان را اینا در منطقه دارند، در قطر، در کویت، در کشورهای خلیج عرب. اینها همشان یک دلیل کار داره که دلیل جمهوری اسلامی ایران است که تا همین امسال جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای عربی در تنش به سر می‌برد. تازه یک مقدار بازبینی شده در سیاست جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی، تنش‌ها یک مقدار کاهش پیدا کرده، رفت و آمدها شروع شده، نمایندگی‌های سیاسی کارهای خود در دو کشور عربستان و
ایران آغاز کردن، ولی هنوز این روابط شکننده و نااستوار هست. جانب دیگر قضیه این است که درست است که جهان دو قطبه شده، اما روسیه در طول تاریخی که ما میفهمیم از تاریخ تولدش تا کنون، از حتی از شوروی سابق تا کنون، هیچگاهی شریک مطمئن نبودن که شما اتکا بکنین به روسیه، که روسیه میتونه در برابر یک تعامل کلان یا برابر یک جنگ کلان منطقوی و که جهان را با دو قطب تقسیم بکنه کنار یک کشور میتونه استوار بیسته. بحث چین یک بحث جدید هست در منطقه و جهان. چینی ها درست است که از لحاظ اقتصاد دومین اقتصاد برتر جهان هستند، ولی از لحاظ نظامی و موضع‌گیری های استراتژیک تا کنون اینا فرصت نیافتند، یا هنوز یک زمینه میسر نشده که خود را تثبیت کنند. بنابراین در بحث جنگ احتمالی که میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل و حکومت پیونده، ما هنوز علائمی را از چین و روسیه نمیبینیم که نشان داده باشند رسما که حامی جمهوری اسلامی ایران هستند. به همین دلیل هم با وجود پیشبینی های کشورهای غربی که این حمله در شب گذشته باید انجام میشد، تا اکنون ما هیچ علائمی را نمیبینیم که بارست. شما فکر میکنین که در منطقه روسیه و همتاهای دیگه ایشون در پی ازی هستن که به نحو درگیری وجود داشته باشه در منطقه، به می خاطر از ایران حمایت نمیکنن، درست؟ نه، بس به اون شکلی که شما مطرح میکنین نیست. روسیه که خودش بسیار درگیر است در قضیه اوکراین، هم به نیروی بشری نیاز داره، هم به اقتصاد پویا و همچنین مواد لوجستیک برای جنگ و سلاح و مهمات که یک قسمت زیادی را ایران تامین میکنه. و امروز یک خبر بود اتفاقا که من خبر را دیدم، حالا چقدر این خبر تایید میشه یا نه، که گویا چینی ها در جنگ اوکراین غیر مستقیم کمک میکنن. خب حالا گیرم که این دو کشور در جنگ اوکراین روسیه را کمک بکنه، هنوز هم ما میبینیم که آمریکا با متحدین اروپاییش، با کشورهای عربی، با ژاپن، با استرالیا، با کانادا، همه کنار اوکراین هستند. و قضیه اوکراین از نظر بین المللی یک تجاوز است به حریم یک کشور دیگه. حالا این که طرفداران روسیه دلایلی دارن، بگمان ما دلایلشون از نظر حقوق بین الملل توجیهگر تجاوزشان نیست که میخوان یک کشور دیگر بر حریم مداخله کنن و او را مورد به اصطلاح تحت کنترل خود برن. و هر رو ما فکر میکنم اگر احیانا جنگ در بگیره در خاورمیانه میان اسرائیل و ایران، بستگی به این داره که سلاح‌های دوربرد داره که جمهوری اسلامی داره، که ادعا میکنه که راکت‌های دوربرد داره، این راکت‌ها چقدر کارآمد داره. بسیاری از کشورهای جهان به شمول آمریکا سیاست بیل و روش آب را دارن. اگر ببینن که راکت های جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی تاثیرگذاری داره، میتونه اهداف را در اسرائیل نابود کنه، مثلا اهداف مهم نظامی و دولتی را، در اون صورت است که وزنه به طرف جمهوری اسلامی ایران برمیگرده و اینها کوشش میکنن که مداخله بکنن از نظر دیپلماسی تا این جنگ را خاموش کنن. ممنون. اگر پذیرفته نشه، اجازه بفرمایید نقطه آخری را بگم، بسیار مهم است که این بحث چی نمونه. اگر در اون صورت باز جمهوری اسلامی ایران نخواهد توصیه های شورای امنیت را بپذیره، احتمال این که کشورهای غربی به نفع اسرائیل وارد این جنگ شوند بسیار بالاست. ما هیچ علائمی را و هیچ ضمانتی را در گذشته تاریخی روسیه نمیبینیم که در صورتی که ایران مورد تجاوز یا مورد جنگ اسرائیل و متحدین غربیش واقع شود، روسیه علنا بیا و توانش هم نداره که بتونه در دو جبهه بجنگه. تشکر میکنم، به شما برمیگردیم. مختار صاحب، میخوایم از شما این پرسش را داشته باشم. گرچه بارس صاحب گفتن که روسیه چون این چیز را نمیخواه، ولی ما میخوایم این را بپرسم، در صورتی که اگر اسرائیل بالای ایران حمله میکنه یا ایران بالای اسرائیل حمله میکنه و آمریکا هم به نوعی در این مسئله داخل میشن، فکر نمیکنین که در این صورت به نفع روسیه خواهد بود تا در مسئله اوکراین بیشتر دخالت کنن؟ خب بدون موضوع یا بدون نکته باید اینجا اشاره کرد. اگر قرار است که روسیه در دو جبهه بجنگه و عاقلانه هم نیست،
و امریکا هم در چندین جبهه خواهد جنگید. یعنی برای ایالات متحده امریکا هم عاقلانه نیست. یک موضوع. موضوع دومی که استراتژی ایالات متحده امریکا در قبال اسرائیل مستحکم است. خود تمام پالیسی و استراتژی امریکایی است که از رژیم اسرائیل به هر شکلی که باشه نظامی، سیاسی و اقتصادی حمایت و یکی از کانترپارت های بین المللیش است. یعنی امریکا تمام کشورهای عرب را در مقابل اسرائیل به یک شانس پولی هم نمیخواد. و اسرائیل است که در بسیار مورد حتی به ایالات متحده امریکا تصمیم میگیره. با زمین نقطه نظر ما میتونیم بگویم که اگر ما میگیم جهان چند قطبی هست، دو قطبی نیست، بلکه جهان به سه قطب بدل شد و آهسته آهسته جنگم جنگ اقتصاد است، جنگ منافع است و جنگ جیوپولیتیک و جیوستراتژیک است. به این لحاظ اسرائیل زمین مردم را به زور گرفته، خانهش را به زور گرفته، رژیمش غاصب هست و از امو رژیم غاصب ایالات متحده امریکا دفاع میکنه. در رابطه به موقف ایران صادقانه باید اینجا گفت که ایران در این موضوع به حق است و حقانیت ایران در این است که بالای کنسلگریش حمله شده، افرادش را کشته شده، شهید کردن و در جنگ، در یک جنگ، در یک منطقه نظامی نگرفته بلکه در یک منطقه دیپلماسی به سرش بمباردمان کرده. ایران حق داره در نظر به قوانین بین المللی. ما در افغانستان مثالش را داریم. اجازه بدین که من هم صحبت های خود را داشته باشم. ما در افغانستان مثالش را داریم. ایالات متحده امریکا بر افغانستان تجاوز کرد، دلایلش هم برج های را گرفت، گفت تروریست‌ها در افغانستان هست و ما مجبور هستیم به افغانستان حمله کنیم چون به خانه ما حمله کرده. چطور امکان داره که کنسلگری یک کشور مورد حمله قرار بگیره و دیگه اون کشور برش خاموش بشینه؟ تا جایی که من مطمئن هستم و از لحاظ دیپلماسی و استراتژی که این موضوع رو بررسی میکنم، فکر نکنم ایران به زودی ها بالای اسرائیل حمله بکنه. من میخواستم امی مسئله را از شما بپرسم مختار صاحب، که آیا ایران چنین وضعیت را محاسبه نخواهد کرد که در صورت اگر بالای اسرائیل حمله میکنه وضعیت دگرگون خواهد شد؟ آنچی کهش بعض اسرائیل به دنیا به تصویر کشیده میشه، اسرائیل اونقدر قدرتمند نیست. حالا بحث اسرائیل نیست جناب مختار صاحب، بحث حامیان اسرائیل هستنی که امریکا وارد جنگ میشه، متحدان اروپایی اسرائیل وارد جنگ خواهد شد و یا هم حتی روسیه و چین به چنین موضوعی خواهند پرداخت و به خاطری که خودشان در خطر نیفته وارد این جنگ نابرابر خواهند شد. اگر شما اجازه بدین که من بخش دوم صحبت خود را تکمیل بکنم. بفهمت. چون چند دفعه صحبت من ناتکمیل ماند و این وقت هم به شکل اصولیش و عادلانهش تقسیم شود تا ما بتانیم هم بفهمت. پیام خود را بدیم. اسرائیل آنچه که برایش تبلیغ میشه و آنچه که برش در سطح میدیا تمام روز برش لابی میشه، تمام اخبار ایالات متحده امریکا میدیایش در خدمتش است و اروپا هم در خدمتش است و میلیون ها دلار صرفی میکنه که رژیم اسرائیل قدرتمند و توانمند نشان بده. اگر ایالات متحده امریکا حمایت خود را از اسرائیل برداره، اسرائیل 24 ساعت هم نمیتونه دوام بیاره. از طرف دیگر جهان باید یک روی مکانیزم کار بکنه که در اون مکانیزم جنگ و قتل و کشتار باید استفاده شود. چرا جهان؟ ما سوال در اینجا میکنیم، نمیریم به بود استراتژیکش، ما سوال انسانی و بشری را مطرح میکنیم. چرا جهان و ایالات متحده امریکا در مقابل یک جنایت بزرگ خاموش است؟ و از طرف دیگر در رابطه به روسیه گفته شد. ببینید در اوکراین اروپا و ایران ساخت. اندیشه و امید کاذبی که برای اوکراین دارده بود که ما شما را عضویت ناتو را میتیم و بالاخره از شهر شما باغستان و گلستان درست میکنیم. اروپا
آنقدر روسیه را تحریک ساخت که دیگر روسیه مجبور بود به سر اوکراین حمله کنه، چاره دیگری هم نداشت. به این صورت ما میگیم اروپا آنچه که در سخنان خود میگن و آنچه که در ادعا از حقوق بشر میکنن و از یک کانسپت بسیار بزرگ انسانی در سطح جهان مطرح میکنن، با آن اندازه اروپا به ارزش‌های انسانی قائل نیستن. مثال بر شما میدین، باید ما شما اگر از کانتکست یک موضوع رو مطرح بکنیم. ایالات متحده امریکا 800 هزار نفر در افغانستان کشت. کی میتونه از ایالات متحده امریکا امروز بپرسه که شما چرا کشتید؟ آیا به 35 هزار نفر فلسطین اکتفا به این میکنه که اسرائیل باید یک معذرت بخواهد؟ خیر، امروز روز رسیده، شاید صفحه تراژدی دیگری برای ایالات متحده امریکا بسی آدرس باشه که حکومت ها را نمیگم، اما ملت های مسلمان در اینجا بسیج شوند و بر علیه منافع ایالات متحده امریکا در منطقه بچند. زنده باشون، برمیگردیم با شما. وقفه کوتاه داریم. ادامه برنامه خوش آمدید. جناب بارز صاحب، بحث داغ که امروز در رسانه‌های آمریکایی وجود داره ای است که گفته میشه ایران در برابر اسرائیل آمادگی لازم نظامی خود را گرفته و بیشتر از 100 راکت کروز و بابات‌های جنگی خود را آماده کردن. میخوایم از شما بپرسم که نقش رسانه‌های آمریکایی در تنش‌های ایران و اسرائیل چقدر است و ضمن نمو پرسشه که قبلا شما به نحوه مطرح کردید، میخوایم بپرسم که آیا ایران آماده چنین وضعیت خواهد بود از لحاظ نظامی که بتانه از موقف خود دفاع کنه و انتقام حمله قنصلگری را از اسرائیل بگیره؟ خب ببینیم، خیلی واضح و روشن بحثی که بسیار مهم از تیوری غالب همین است که اسرائیل و همیانش به نوعی تشویق میکنن ایران را که به این جنگ وارد شود، به نوعی لاپوشانی شود، آدمکشی و قتل عامی که اسرائیل در غزه انجام داده و بحث جنگ تمرکز کنه روی ایران و اونجا هست که به نفع حکومت اسرائیل تمام میشود و میتونن متحدین شون را دوباره کنار خود داشته باشن. اما تبعات این جنگ احتمالی چی هست؟ از نظر نظامی، من که کارشناس نظامی نیستم، آنجایی که شنونده بودم کارشناسان ایرانی صحبت میکنند، توازن نظامی میان ایران و اسرائیل برقرار نیست. اول اسرائیل چی دارد؟ این هواپیماهای بسیار پیشرفتی M16 و M36 دارد، گنبد آهنین برای دفاع راکت هایی دارد که می تواند هر نوع راکت ها را تا اکنون دفاع کرده. همه راکت هایی که از سوریه و از حماس از غزه شلیک شده، اینا تانستن همه را دفاع بکنند. آیا اما دامازرد تا جایی که روشن از گنبد آهنین اسرائیل هم در بسیار موارد شکست خورده در برابر راکت هایی که از غزه اطرافش پرتاب میشه. اگر گنبد آهنین قادر باشه راکت های دوربرد و پیشرفته ای را که جمهوری اسلامی ایران ادعا میکنه در اختیار داره، او وقت است که اسرائیل بیچاره میشوه و میتونه ایران در این جنگ دستی بالا داشته باشه. اما جانب دیگر قضیه خود ایران هست که این بحث بسیار مهم است. اول جمهوری اسلامی ایران از نظر تحریم ها و از نظر اقتصادی در حالت بسیار بد قرار دارد. دوم این که جمهوری اسلامی ایران بر سطح اسرائیل قوای مدافع و گنبد آهنین نداره که بتونه هواپیماها و راکت های احتمالی اسرائیل را دفاع کنه. شما تصور بکنین با این قیمتی و قحطی که در ایران هست، اگر چند بمباردمان در شهرهای مهم ایران مثل تهران، اصفهان، شیراز، مشهد اینجا که انجام شود، که اکثرا مراکز نظامی هم اینجا هست، بسیار وضعیت داخلی ایران خراب می شود. بنابراین دلیلی هم که جمهوری اسلامی ایران و همپیمانانشان یک مقدار احتیاط می کنند در این جنگ همین عواملی است که من گفتم. جانب بسیار مهم دیگه قضیه این است که هم دولت اسرائیل هم دولت ایران شکنندگی های بسیار مهم داخلی خود را دارند که
هر اشتباهی میتونه این دولت ها را به نابودی بکشنه و نابودی مقطعی این دولت ها خصوصا در شرایط جنگ میتونه به سرنوشت جنگ تاثیرگذار باشه و میتونه روحی عمومی را خراب کنه. جانب دیگه قضیه است که جمهوری اسلامی ایران با وجودی که همزبان و همفرهنگ ما است، اما اشتباهات مدهش را اینا در منطقه انجام میتن. نفس مسلح‌سازی شهروندان افغانستان و فرستادن در جنگ سوریه یک اشتباه بزرگ تاریخی است که ما اگر در رأس افغانستان باشم میتونم این پرونده را به کودی بین المللی ببرم و اینا را بپرسم که شما به اساس کدام قانون شهروندای ما را مسلح ساختین. حدود 3.5 تا 4 هزار شهروند افغانستان در سوریه در جنگایی که به نفع جمهوری اسلامی ایران انجام شده کشته شدن. خون اینا را کی جواب میدم؟ هایی توافق کنن. جانب دیگه قضیه ایست که جمهوری اسلامی ایران با تمام توان فعلا از حامیان طالبان است. طالبان یک گروه نیستن که حتی بتونن با خودشان صلح بکنن، با مردم افغانستان صلح بکنن، یک حکومت تشکیل بدن در افغانستان که این حکومت بنیه مردمی و مشروعیت داشته باشه. بحثی عملکرد طالبان در 2 سال گذشته با خود طالبان هم قابل دفاع نیست که امیال ما میبینیم که طالبان عملا 2 گروه شدن. یک گروه کسانی که میخواهند واقعا به حقوق مردم افغانستان احترام بگذارن، حداقل حق تحصیل و حق کار را بر زنان بتن، و یک گروهی که در قندهار حاکم است، اینا شنونده هیچ حرفی نه از جهان نه به منطقه هستند. بنان این بازی های جمهوری اسلامی ایران اشتباه است. من یک نقطه آخری را بگم و لابی های سابق و جدید جمهوری اسلامی ایران، هر کس که است مالا نام نمیگیرم، اینا اشتباه میکنن که از موازی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان حمایت میکنن. به اندازه ای که پاکستان در قبال کشور ما جنایت میکنه و اشتباه میکنه، جمهوری اسلامی ایران هم در رده دوم قرار داره. تشکر میکنم، با شما برمیگردیم. مختار صاحب، میخوام از شما بپرسم که چقدر افکار عمومی در ایران به این مساید است که کشورشان، حکومتشان وارد جنگ با اسرائیل شود و انتقام حمله قنسلگری را از اسرائیل بگیرند؟ یکی افکار مردم ایران است و یکی افکار مردم جهان اسلام است. مردم جهان اسلام می خواهد که یک جنگ صورت بگیره و در این جنگ قضیه اسرائیل یک طرفه بکنه. عقلانی در این است، در این شرایط حساس که احساس بین ملت‌های مسلمان زنده شود و این است که جنایات رژیم اسرائیل را ثبت و داکومنت بسازه و برای یک فکری بسیار بزرگ بر علیه اسرائیل باید مردم بسیج شود. یک موضوع در موضوع رابطه به موضوع امارت اسلامی افغانستان و روابط ایران. خب ایران همسایه ماست و ما منافع ملی ما میگه که ما باید با ایران رابطه خوب داشته باشیم و ایران هم در روشنی منافع ملی خود با افغانها یا با نظام امارت رابطه خوب داره و ایران ما تمجید میکنیم. ما مثالش داریم، زمانی که حکومت جمهوری در اینجا بود، آیا افغانستان استقلال داشت یا شبان روز ایالات متحده امریکا برای ما هم حکومت تعیین میکرد، هم وزیر تعیین میکرد، هم مشیر تعیین میکرد، هم در یک وقت 2 تا رئیس جمهور تعیین میکرد، هم ایالات متحده امریکا به افراد پیسند پول میدادند که موضوع شمال و جنوب را مطرح بکنند، موضوع تاجک و پشتون را مطرح بکنند، هزاره و ترکمن را مطرح بکنند. گلیمی مردم در افغانستان برچیده شد و ایالات متحده امریکا دیگه به سر افراد در افغانستان سرمایه گذاری نمی کنند که از اینجا میلیاردها دلار را با خود برد. هم در یک سیاست غلط ایالات متحده امریکا افغانستان ویران شد و هم بالای کسایی که امریکا سرمایه گذاری کرد، اونا کسانی بودند که وطن خود را فروخت، تاریخ خود را فروخت، شرف خود را فروخت، پیش پای امریکا سلاح خود را به زمین گذاشت. طالب ها از لحاظ تاریخی در یک موقف حق قرار داره که در دفاع از سرزمین خود از ایالات متحده امریکا در برابر ایالات متحده امریکا دفاع کرد. یک بخش موضوع است. بخش موضوعی که گفتمان ملی یا گفتگوی ملی هست.
و یا درب مکاتب و مدارس را باز کردن است. این قطعی و عتمی است که هم درب مکاتب باز میشه و هم گفتمان ملی صورت میگیره. امارت اسلامی افغانستان در طول دیر سه سال یا چیزی کم سه سال در یک حالت اپراتیفی قرار دارد. شما دیدین که ما تا نیستیم، یعنی نظام اسلامی تا نیست در یک سیاست متوازن و بی‌طرف و استراتژیک و اتصال با چینایی ها، روس ها و ایران رابط خوب داشت و این روابط به نفع ما هست. هر آن کی نمیخواد افغانستان و ایران شود، جنگ نیابتی صورت نگیره، گروه های مخالفین را تربیه نکنه و دوست و برادر تشکر نکنه، ایران را اجازه بده. ما نمیتونیم ایران را با تن تبدیل بسازیم، بلکه ما روابط خوب و حسنی ایران را با امریکا ترجیح میتیم. در همسایگی ما قرار داره و ما مجبور هستیم با ایران روابط خوب داشته باشیم. اگر قرار است وارث صاحب گرامی و عزیز یک گفتمان ملی را افغان ها باز بکنه، آدرسش باید افغانستان باشه، مردم افغانستان باشه. ما نمیتونیم گفتمان ملی را از آدرس فرانسه باز بکنیم یا از آدرس یک کسی دیگر باز بکنیم که در افغانستان برای جنگ نیابتی کوشش میکنن، چون مردم دیگه از جنگ خسته هست و هر به هر حالش هر کسی که در افغانستان جنگ را میخواهد. تشکر میکنم مختار صاحب. قبول است و نه برای ملت ما قابل قبول است، بلکه منتفی هست، خلاف منافع ملی افغانستان است. تشکر میکنم. وقفه کوتاه داریم. ادامه برنامه خوش آمدید. جناب بارس صاحب، اگر درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل صورت میگیره، پیامدش چی خواهد بود؟ خصوصا برای افغانستان چی خواهد بود که در همسایگی ایران به سر میبریم؟ خب متاسفانه ما مدتی چند هست که در بحران عمیق هستیم. با آمدن طالبان و شرایطی که در سه سال اینها بر افغانستان حاکم کردن، این بحران استخوان‌سوز و غیر قابل تحمل. مشخص روی پرسش ما بحث کنین جناب بارس صاحب. ما روی پرسش شما میایم، چون فرصت کم است بارس صاحب. در هیچ شک وجود نداره که طالبان جنگنده های خوب بودن، به هیچ صورت دولت مردای خوب نبودن و زبان دیپلماسی جهان را درک نمی کنن. احتمال این که جمهوری اسلامی ایران طالبان را در کنار خود بکشانه و بسیار بالاست که به ضرر افغانستان است، ولی ما انتظار نداریم که یک پیامد خوب برای ما داشته باشه. برنده اگر اسرائیل باشه در این جنگ، اگر ایران باشه، پیامدش برای ما منفی هست، چون بحران میتونه در کنار بحران و بحران در بحران را به وجود بیاره که ما همیال را بحران در بحران هستیم. اما یک نقطه آخری را به ارتباط گفتمان ملی یا گفتگوی بین الافغانی بگویم که در 20 سال گذشته همین گروه طالبان بودند که در الان هم اینا مانی گفتگوی ملی هستند، مانی انتخابات هستند، قانون اساسی را تعطیل کردند. بنابراین من انتظار ندارم که ما با این صحبت هایی که در رسانه ها میکنیم طالب را وادار بکنیم که اینا با گفتمان ملی وارد شوند. تشکر میکنم بارس صاحب. مختار صاحب، میخوایم از شما هم پرسش خود تکرار بپرسم. ای که پیامد جنگ ایران و اسرائیل بالای افغانستان چی خواهد بود؟ در کل بالای منطقه چی خواهد بود؟ خب منطقه در بحران هست و در این بحران ایالات متحده امریکا دست داره. شما ببینید در چهار اطراف ایران پاسگاه های خود را امریکا ایجاد کردن و اونجا جنگ های نیابتی را ایالات متحده امریکا شروع کردن. به این لحاظ ما ایران را در یک موقف حق میبینیم. موضوع دوم را موضوع 20 سال بود. در 20 سال فضا و زمین افغانستان اشغال بود. طالب ها چطور میتونیست با یک نظام صحبت بکنن که تصمیمش را واشنگتن میگیره؟ چطور میتونیست طالب ها با یک نظام صحبت بکنن که به هویت ملی و تاریخی سرزمین احترام نگذاشته؟ چطور میتونیست با یک نظام هم صحبت شوند که شبها با قریه های افغانستان و مردم افغانستان را میکشتند؟
امروز اگر طالب ها رابط استخباراتی و اطلاعاتی با امریکا داره، خوب است که داره. ما با امریکا جنگ نمیخواهیم. ما حضوری فیزیکی امریکا را در افغانستان منتفی میدانیم. ما میخواهیم که راه گفتمان، راه مکاتب و مدارس باز شود، اما از طریق واشنگتن و اروپا نه. گفتمان ملی و روش گفتگوی ملی را باید خود افغان ها ایجاد. تا زمانی که ما به سیاست همگرایی حرکت نکنیم و یکی دیگر خود را نپذیریم، هیچ قدرت منطقه و فرا منطقه قضیه و معضل افغانستان را حل نخواهد کرد. ما میفهمیم که صداهایی که در اروپا و کشورهای دیگر بلند میشن، این صداها صداهای استخباراتی هست. دیروز هم در افغانستان مو کشورها سرمایه گذاری کردن، افرادها رو میخریدن، رهبرها رو به خود میخریدن. آیا امریکا در یک زمان عقلانی است که در کابل دو تا ریاست جمهوری و عین زمان قرارداد بکنه و بلند شوی که بگه من رئیس جمهور هستم، دیگهش بگه من رئیس جمهور هستم؟ خود طالب تا نیست که جزایر قدرت را در افغانستان پایان ببخشه و روی منافع ملی افغانستان. من میخوام از آدرس منافع ملی افغانستان دو حرف را باید به گوش خود بشنویم. اولی که تا زمانی که ما یک دیگر خود را نپذیریم و یک دیگر خود احترام نگذاریم، مشکلات سلیقوی خود را کنار بگذاریم و منافع ملی افغانستان کوشش بکنیم و ببینیم منافع ملی افغانستان در جنگ نیست، منافع ملی افغانستان در گفتمان ملی است. منافع ملی افغانستان در این است که ما بشینیم و بپذیریم که در تاریخ جنایت های صورت گرفته، بپذیریم که اشغال امریکا جنایت بود و خیانت بود، بپذیریم که امریکا در افغانستان به صدها هزار نفر را کشت، بپذیریم که ایالات متحده امریکا برخلاف تمام قوانین بین المللی و بشری انسانی، همون که خود امریکا بر ارزش قائل است، مادر بمپا را به سرزمین افغانستان استفاده کرد، بپذیریم که ایالات متحده امریکا در افغانستان جنگ کرد، اما منافع ما دیروز داری بود که با ایالات متحده امریکا می جنگیدیم. امروز منافع ما و منافع مردم ما داری است که ما گفتمان ملی و یا گفتگوی ملی را ایجاد بکنیم و طرحش بندازیم، در پهلوی ازی هر نوع جنگ را در افغانستان منتفی بدانیم، یک دیگر خود را در آغوش بپذیریم و یک دیگر خود را در آغوش بگیریم و بگویم که طالب هم بگیم که باید بگویم این سرزمین حق تاجک ها، ازبک ها، ترکمن ها، هزاره ها و تمام اقوام دیگری هست. بپذیریم که جنگ های تعصب، مسائل تعصب شمال و جنوب و تعصبات قومی را افراد در افغانستان دامن زدن که در افغانستان هیچ ریشه قومی و ملی و تاریخی ندارد. امروز روز فرا رسیده. چی کار باید کرد؟ خانه ما ویران شد، مسجد ما ویران شد، قریه ما ویران شد، ما یک کشور در بدر خاک و سر هستیم. چی باید بکنیم؟ آیا جنگ دیگر میتونه قضیه افغانستان حل بسازه؟ آیا میتونیم یک جنگ نیابتی دیگری که نفش به دیگران باشه موضوع افغانستان را حل بسازه؟ که قطعا نیست. ما بار دیگر صدا میکنیم، صدای درد ملت خود را میگیم که ما باید یک دیگر خود را بپسیم. تشکر میکنم مختار صاحب. اگر کوتا در رابطه با پایا در رابطه با این تنش هایی که در منطقه وجود داره بگوین، پایان این تنش ها چی خواهد شد به نظرتان؟ کوتا اگر بگوین فرصت کرد. ما میگیم بهترین گزینش برای ایران این خواهد بود که جنگ را در شرایط فعلی منتفی بدانه. دومی است، اگر موضوع قدرت هست، خب ایران هم یک کشور قدرتمند و توانمند هست، یک کشوری که میتونه به روسیه اسلحه بتنه، یک سوپر پاور بسیار قوی در منطقه است که میتونه با ایالات متحده امریکا جنگ بکنه. یعنی ما نمیتونیم ایران را با تبلیغاتی که در سطح جهان یک نظامی است که تصمیمش در تهران گرفته میشه، او تبلیغات را ما بگیم و هر آنچه که غرب بسیار زد تشکر. ما چند نفر طالب نمیتونه افغانستان اداره بکنن. آقای غرب در یک استراتژی خود در افغانستان ناکام نشد، خود امریکا اعتراف نکرد، خود سرمایه‌گذاری اعتراف نکرد که ما
شکست استراتژیک در افغانستان خورد. ممنونتان. ممنون. تشکر میکنم. جناب بارس کوتاه، چون فرصت برنامه به پایان رسیده. خب ما معذرت میخوایم که الله میدونم که وقتم گاهی وقت خوب مدیریت نمیشه. جمهوری اسلامی ایران در نفع افغانستان کاری انجام نمیده و ما قربانی این جنگ هستیم. تشکر میکنم از شما جناب بارس صاحب، همچنین از جناب مختار صاحب که در برنامه حضور یافتین. برنامه تحول امروز اینجا به پایان میرسد. تا دیدار دیگر، الله حافظ.